خب در ادامه بحث آموزش همگویا رسیدیم به قسمت سرویس ها در انگورا. خیلی سرویس ها بحث خیلی مهمی هستش. میگه سرویس ها در حقیقت یه سری کلاس های تایپ اسکریپتی هستن که تعمیم میکنن یه سری توابع خاص رو. میگه سرویس ها میتونن یک تسک رو به بهترین صورت انجام بدن. میگه سرویس ها برای استفاده مجدد هستن و ما میتونیم بنویسیم کارهای خودمون رو در داخل یک سرویس در یک کامپوننت و استفاده کنیم اونو مجددن در یک کامپوننت دیگه. ببینید نگاه کنید، ما مثلا اینجا من اومدم در ویدیو جدید در قبلی انجی جنریت سرویس تست زدم، یه سرویس تستی رو اینجا چیکار کردم در داخل این اپ کامپوننت خودم ایجاد کرد. اینا که این حالت چی داره؟ اینجکتیبل داره. شما میتونید از طریق سرویس ها بیاید یه خب در داخل مثلا داخل کامپوننت خودتون یه سری سرویس هایی رو بنویسید و کامپوننت های دیگه بیان این سرویس های شما رو چیکار کنن؟ استفاده کنن. بحث مهمی هم که من ادامه بهتون میگم بحث این دیپندنس اینجکشن. شما میتونید به راحتی در داخل کانستریکتور این یه سرویس هایی رو از کامپوننت از ماژول های دیگه از کامپوننت های ماژول های دیگه چیکار کنید، اینجا اینجکت کنید بدون به تنظیمات اولیه. فقط کافیه در قسمت پرووایدر این اپ کامپوننت خودمون رو تعریف کنیم و میتونیم به راحتی ازش چیه در داخل کامپوننت های خودمون ازشون استفاده کنیم. سرویس ها خیلی مهمه. میگه که سرویس ها این امکان رو میدن به برنامه نویس ها که سازماندهی کنن لاجیک بیزینس لاجیک برنامه های خودشون. خب راست میگه دیگه، ما چه در بحث انگولار چه در همه زبان ها مثل .NET کو، جنگو، جاوا ما میایم لاجیک بیزینسی پروژه خودمون رو، منطق بیزینسی پروژه خودمون رو داخل سرویس ها می‌نویسیم. میگه که به صورت پایه‌ای کامپوننت ها کارهای خودشون از طریق چی انجام میدن؟ از طریق سرویس ها انجام میدن. میگه دیپندنسی اینجکشن ها این امکان رو به ما میدن که بتونیم از سرویس های کامپوننت های دیگه بدون نیاز به تنظیمات اولیه چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. حالا دیگه میاد یه کانستراکتور مینویسید و میتونید ازش استفاده کنید. مثلا من یک پروژه از پروژه خودم رو یه لحظه یه قسمتش رو بالا بیارم، یکی از این قسمت های سرویس ها رو بهتون نشون بدم. خب این مسئله من میخوام تو این قسمت دارم از یه سرویس ترجم استفاده کردم. ببین من اومدم اینجا اینجکتش کردم، نگاه کنید میشم پرایوت Transit Service، Transit Service و اینو در حقیقت در اینجا دارم چیکار میکنم؟ اینجکتش میکنم و از این دارم اینجا اینجکتش کردم و میخوام ازش چیه؟ استفاده کنم. و اگر به فرض برمثال ببینید من اگر دقت کنید تو این قسمت خب همین ببینید، اصلا یه چیز نشونتون میدم نتستم پیداش کنم. به همین ببینید میتونید به راحتی این سرویس های خودتون اینجا چیکار کنید؟ اینجکت کنید و در برنامه های خودتون ازشون استفاده کنید. میگه دیپندنس اینجکشن امکانات رو به ما میده. خب در ویدیوی بعدی به بحث جریان داده ها در پروژه های انگولار میپردازیم. الان بهتون توضیح خواهم داد. خب ویدیوها طولانی نشه استوپش میکنم.